خدایا شکر نزد صاحب سکه ها روسی ها نشدن. 3000 دینار شامی است. نمیشمارید؟ اسب پیشکشی رو که دندان نمیشمارند مسلمان. دیون شرعیه است؟ هر طور که خودتان مصلحت میدارید محاسبه کنید. این 3000 دینار دسترنج زحمت کشان است که روزیشان را از دل خاک میجویند و عاشق اهل بیت. این مال را با مشقت و مرارت فراهم کردند. عضو داشتند که در رکاب پسر پیامبر حاضر شوند. خواستند با این سکه ها غیبتشان را جبران کنند و از فضیلت جهاد محروم نشوند. فرمودید سکه ها متعلق به چند خانوار است؟ الله اعلم. باید یک شب تا سحر بنشینم و نام تک تک خانوارا را به خاطر بیاورم و شمارش کنم. تخمینی 80-70 خانوار. همه خانوارها به یک اندازه سهیمند یا هر خانوار به نسبت وسعش کمک کرده؟ هر کس به قدری که وسعش رسیده کمک کرده. یکی تنگ دست بوده کمتر، یکی دستش به دهانش میرسیده بیشتر. قربان سرتان، شک و شبهه‌ای دارید؟ چطور ممکن است احسان یک جماعت 70-80 خانواری که سهم یکسان ندارند درست 3000 دینار شود؟ نه یک دینار کم، نه یک دینار بیش. عارضم خدمت سید و سرورم که 168 دینار کم از 3000 داشت که سهم حقیر شد. این مال اندوخته کرده بودم جهت زیارت کعبه. دیدم واجب تر از حج یاری کردن به اهل بیت است. قید حج را زدم و سرراست کردمش 3000. ببخشید که در صدق سخنت شبهه کردم. میخواستم از طهارت این مال مطمئن شدم. 400 عبدالله، عبدالله شیرو، یا عبدالله 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 عبدالله. گندم از کجا خریدی؟ از میدان کناسه. منی چند؟ به قیمت خون پدرش. باز هم داشت همه را فروخت؟ قیامت است، به جنبی شاید به تهماندهش برسیم. چرا این همه پیاز خریدی؟ پیاز که ارزاق نیست. فردا قحطی شد، پیاز که جان است، سنگ و سفال را هم می‌خوریم. نمی‌گندد؟ اسمش هم بگندد باز به حسین شد. از کجا خریدی؟ از میدان سلیم. منی چند؟ منی نیست، دانه ای می‌فروشند. آن از هرس آدمی. این مردم هرس چرا می‌زنند؟ هرس شکم را. شو افتاده لشکر شام در راه کوفه است. می‌ترسند قحطی بیاورند و بی آذوقه بمانند. عید بنجل فروشان کوفه از مسلمان عشیره دارم. این خلق خدا شاهدن که نوبت منه. نصف روز معطل شدم، از کاروبار افتادم. تو رفتی پی 1000 گندگو، به هر سوراخی سر زده آمده میگویی نوبت من هست. ایها الناس، این زنبیل اینجا بود یا نبود؟ نبود. این زنبیل من است، این هم نشانهش. زنبیل را جای خود نشاندم و رفتم مسجد درکت این سر به زمین بزنم. مسلمان، نمازم داشت قضا می شد. نماز به کمرت بزند، حق مردم را پامال نکن. دیدین، تارک الصلات نوبت من است. تارک الصلات خودتی و هفت پشتت نامسلمان دزد گردن کنو. ها این دوتا با هم نزاع میکنن، شلغم ها رو بفروش به من و قال قضیه رو بکن. این شلغم ها تمانده یه بار است، به درد فروش نمیخورم. میخواهم ببرم بریزم جلو شطور هایم. کفران نعمت از پدر بیاموز. نعمت خدا رو ببری بریزی جلوی شطور، آن وقت زن بچه مسلمانان بی ارزاق بمانن. از که تا بار شلغم و چغندر داخل ارزاق شده؟
در نبود نان و گندم شلغم و چغندر می شود پادشاه. به یک شرط تخمینی می فروشم. دامن خیلش را ببینید. چرا قفل نمی کنی مسلمان؟ این خیلی شلغم باشد هفت من نه هشت من. در من خط کلام. به خدا رفتم اجهاف است. ابو خلیل؟ این دارم ها خوردن ندارد. کجایی ابو خلیل؟ ابو خلیل؟ از آمدنت مایوس شده بودم معقل. پنداشتم لو رفته ای ولی دوستان پوستت را کندند. میخواستم رحمانت را بخوانم و حلوایت را بخورم. نزدیک بود خرابکاری کنن. بس که ابن عقیل سوال پیچم کرد. وجوه شریز؟ مال کیست؟ چرا 3000 دینار است؟ ها؟ چرا کمتر نیست؟ چرا بیشتر نیست؟ مقصودش از این همه چون و چرا چه بود؟ به قول خودش در صدق سخنم شبهه داشت. هرچه بود که قصر جستم. روزی بود که غذای سیر نخورده بودم. روزها روزدار بودم و شبها جایت خالی با نماز شب حال میکردم. به قدر نمازهایی که از پدرت و پدرم فوت شده بود نماز خواندم. دیدی مسلم در کوفه بود؟ من یقین داشتم که رفتن مسلم از کوفه ترفندیست تا ما دنبال مسلم در کوفه نگردیم. زهی خیال خام که مسلم در خانه هانی است. من مطلب تازه تری دستگیرم شده مقل. بیماری هانی دروغ است. هانی خودش را به مریضی زده و مسلم را در خانهش پناه داده. تاز و عمای قوم به بهانه عیادت از هانی با مسلم دیدار کنند و بر علیه ما توطئه کنند و کسی هم به آنها شک نکند. بدا به حالت هانی. من عزت و احترام را در حقت تمام کردم. در عوض تو چه کردی؟ خیانت؟ خوب شد. با عیادت از هانی دهان قوم مسحج را چنان بسته ایم که به ما حق می دهند گردن هانی را بشکنیم. عوام رو بنده از سر زنان برداریم. شاید مسلم در زیر عوام رو بنده بنام باشد. بجویید. برخیز خانیم. برایت رنگی ندارد. برخیز. قوم مسحج را خبر کنیم. کاهب من جانب جایی رسیده است که حتی حرمت مسلمان می کنند. عوام بر سر ناموس مسلمان می زند. در خانه مسلمان می شکرد. هر زنده اون به نیست بگرد خون را بر سر این ناموس ما خلاف نکنم. منم جناب هانی مجاهد همسی. 3000 دینار شامی یادت هست در خانه‌ات
به محضر مسلم ابن عقیل مشرف شدم و 3000 دینار بی زبان را تسلیم ایشان کردم. دروغ قبلیت را نشنیده حساب میکنم، به شرط آنکه زین پس صادق باشی. مسلم را کجا پنهان کرده ای؟ از سردسته شرطه های بی غیرتت بپرس که به عبا و روبنده زنان هم رحم نکردم و مسلمی ندید. مسلم در خانه من بود که به چنگ چکمه پوشانت می افتاد. هانی، پدرم زیاد با تو دوستی نزدیکی داشت. کاری نکن که حرمت دوستی پدرم را بشکنم و با زبان زور با تو سخن کنم. مسلم کجاست؟ مسلم چندی مهمان من بود. پیش از آن که سگان غلات شکستت را به جان من و اهل بیتم بیاندازی، مسلم از خانه من رفت. کجا رفت؟ تو یکی از یاران نزدیک اویی، حتما میدانی مسلم کجا رفته. نمیدانی؟ خیر نمیدانم. کذاب! شقیل و غالیست. نمیدانم قربان سرتان، یحتمل مزهجیانن قوم و قبیله یهانی. مسلم ابن عقیل در حمایت من بوده و هست. فرصتی به تو میدهم که از کوفه بروی و دست از مسلم بداری، ورنه کوفه را برای جهنم میسازم. میشنوید؟ وقاحت را میبینید مسلمانان؟ این مرد در قلمرو حکومتم به من تحکم میکند. به خدا قسم پاسخ این اهانت خون اوست. مقال شورای قاضی را خبر کن زود. بنو رئیس. بنو امیر، او را در اتاقی بدار. برا از قارقار چند کلاغ میترسانید. مراقب باشید امیر، خود را به این قوم شرور نشان ندهید، ممکن است تیری بیاندازد. من خدایی که از طوفان بترسد هرگز به مقصد نمیرسد. آی شیر مردان مسخچی، گوش کنید. از قرار معلوم دشمن خورشتان را شنیده. آی برجبارو نشینان غاسب، هنی را عذاب میکنید یا در ماسه را بشکنیم و کاخ را قبرستانتان کنیم. برادران مسحجی، هانی اسیر نیست که آزاد شود. تو چه هستی؟ یکی از خادمینتان، ابن زیاد. به من خبر دادند که مسحجیان شمشیر کشان عازم دارالحکومه‌اند. باورم نشد، آمدم تا با چشمان خود ببینم. عزیزان من، این چه جفایی است که در حق خود و ولی امرتان می کنید؟ به خدا سوگند، من از سر دلسوزی دوستی هانی را به دارالحکومه احضار کردم که چند روزی مهمان ما باشد تا قائله طرفداران حسین بخوابد. آنهایی که سن و سالشان قد می دهد می دانند که مرحوم پدرم زیاد
رحمت الله علی با هانی ابن عروه مسحجی رفاقتی دیرین داشت. من باید پسر ناخلفی باشم که حرمت دوستی پدرم را پاس ندارم. من هانی را دشمن می دانستم به عیادتش نمی رفتم. بلوایان می دانند که هانی و عشیرهش ذی‌نفوذند، برای همین می خواهند دامنش را به خیانت آلوده کنند. اما من هانی را به دارالحکومه آوردم تا معاندی نتوانند او را دستاویز مقاصد شوم خیش کنند. تو از ترس برق شمشیر مسحجیان چنین سخن میکنی؟ به ما خبر رسیده است که تو هانی را کشته ای. هانی بیمار است. ای کاش هانی بیمار نبود و خود بر کنگره قصر می آمد و به صدق سخنان من گواهی میداد. تو هانی را دوست می شمردی، به خانه شورش نمی بردی و حد که حرمت به ناموسش نمی کردی. حکایت سنگی است که دیوانه ای به چاه بیاندازد و صد عاقل نتوانند بیرونش کشند. این هم جفایی است که چند شرطه جاهل در حق من و هانی روا داشتند. خواستم دستار بیاورند، سر آوردند. مطمئن باشید به تک تکشان کیفر ندانم کاریشان را خواهم چشاند. مسحجیان همه پیش مرکان هانی هند. به خدا قسم تار موی از سر هانی کم شود ما میدانیم. و تو برادران مسحجی گوش کنید، به قول این مرد هیچ اعتمادی نیست. تا هانی را به چشم خود ندیده اید باور نکنید. بسیار خوب، حال که به قول من اعتماد نمی کنید، از میان خود حکمی بی طرف برگزینید تا به درون آید و هانی را ببیند و صدق سخنان مرا به سمعتان برساند. قاضی شورای را قبول دارید؟ البته. قاضی شورای مرد متدین و راستگویی است. قبول. حکم قاضی شورای. دیروز میثم طمار و امروز هانی. حتما فردا هم نوبت من یا یکی از حضرات است. کار به همین منوال جلو برود تا رسیدن امام به کوفه ابن مرجانه سر تک تک علما و زعمای شیعه را زیر آب می کند و می مانند مشتی عوام. بعد هم شیخی به ظاهر خدا ترس مثل قاضی شورای را مأمور می کنند تا با چهار آیه و حدیث نبوی دهان عوام الناس را ببندد و فاتحه قیام را بخواند. همانطور که هانی را بداشتند و زدند و دهان مزهجیان را بستند. من قصد مؤاخذه کسی را ندارم. شما هم چنین گمانی کنید مدیون من می شوید. چنانچه جناب مسلم ابن اوسجه به نماز شبهای اون مردک متقلب به ظاهر شیعه اعتنا نمی کرد و او را به خانه هانی نمی برد، حکایت امروز هانی این نبود. مسئلتون شیخ، من از طرف امام برحقم مأمور به کوفه شدم تا بر صحت و سقم دعوت کوفیان شهادت دهم. تا کنون قریب 18,000 کوفی با من بیعت کردند. من هم به پسرم هم حسین نوشتم که عازم کوفه شود و شد. با پیشامدهای اخیر به من حق می دهید که تشکیک کنم؟ تشکیک در چه مسلم؟ در وفای بعهد کوفیان. امروز مسجیان ثابت کردند که کوفی جماعت در حرف چونان تبل بانگ رسایی دارد، اما در عمل میان تویست و به وقت ضرورت پا پس می کشد و بیعتش را انکار می کند. وقتی عشیره بزرگ و با نفوذی مثل مسحج فریب موعظه های قاضی شورای را می خورند و زعیمی را که با او پیمان خونی قومی دارند در میان خوف و خطر رها می کنند، پس با پسرم مم حسین چه می کنند که نه قومی دارد و نه قبیله؟ قوم و قبیله پسر عمت شیعه است مسلم. بیعت شیعه ورای بیعت خونی و قبیله است. بحث من نیز همین است. حال که قبیله مسحج به مکر قاضی شورای خاموش شدند و دست از یاری زعیمشان هانی برداشتند، قبیله شیعه باید به یاریش برخیزند.
من اذن جهاد ندارم، اما حمایت از هانی را وظیفه خود و شیعیان می دانم. گرفتار شدن هانی تکلیفی بر دوش ما نهاده که جایز نیست شانه خالی کنیم. من قیام شیعه را تا پیش از رسیدن امامم به کوفه مکروه می دانم، چون ترس دارم دشمن به بهانه این قیام عرصه را بر حسین تنگ کند و همان افتراهای سابق را به خورد عوام و ناس بدهد که دیدید جماعت، دیدید حسین دایه حکومت دار، دیدید حسین سر جنگ داشت و حکومت را میراث حق جدش میدانه. شما را هم توصیه به قیام نمی کنم، چنانچه طبق ادله جناب مسلم بخواهید به حمایت هانی برخیزی گناه نمی کنید. سلیمان کجا؟ میروم یعقوب وار در انتظار یوسفمان بنشینم حبیب. یعنی از هانی حمایت نمی کنی؟ رأی من همان است که شنیدی، من مانع عزمتان نمیشم. اما تو حریف امثال قاضی شورایی، تو نباشی قاضی شورای با جعل احادیث و اکاذیب و تفسیر نادرست آیات وحی مردم را سست میکنند. ابن زیاد حریفی مثل شورای را دوبار به میدان نمیفرستد، اگر فرستاد چشم میآید. بدون فوت وقت اخبار را به مختار برسانید. یبن مظاهر، به مسجد بروید و با بانگ یا منصورم اتیاران را خبر کنید. شده چم؟ این بانگ یا منصور احمد چه سیغه ایست؟ اسرافیل در سور دمیده بین هرعیس، خودت را بپار. مسلم و یارانش عزم دارالحکومه کردن، سرانشان بن سمامه ساعدی و بن جعده جدلی هند. جهنم فرار کرده. نترس، نترس، تو که به ترسی جماعت ابلوگاخت کفو سوراخ بوش میخرم به صد دینار. تو مرد خوف و خطر و توفانی، تو خودت میخواستی مسلم را تحریک به جنگ بکنی، دعا میکردی که مسلم شمشیر بکشد و به میدان بیاید.
حالا آمده. میخواستم اقل، اما نه این زودی. عمر صد لشکر 10,000 نفرش را هنوز سامان نداده. به جای امید دستم به لشکر 10,000 نفره عمر صد، به لشکریان نامری بیشمار حیلت های تکیه کن. چرا قافیه را باختی؟ ترس دشمن عقل است، به ترسی عقلت از کار میفته. گوش کن مقل، گوش کن. از غریبشان پیداست که تعدادشان بسیار است. این بانگ بانگ دست کم 2,000-3,000 آدم است. 2,000-3,000 نفر در برابر 12,000 شامی اعظم کوفه 1/4 است. تو لشکر شام را باور کرده ای؟ نه، من تدبیر تو را باور کردم. میخوای قاضی شورای را خبر کنم؟ نه مقل، نه. قاضی شورای هنایش در همان بلوای مسجیان رنگ داشت. ترفندی مثل او تدبیری آشناس. باید دست به دامن گوساله سامری شویم مقل. طلا، طلا مقل، بگو هرچه طلا در خزانه کوفه از حاضر کنند. من به معجزه طلا ایمان دارم. مستم قیام به آهن کرده، من قیام به طلا خواهم کرد. ای مردم کوفه، شما برای برپایی قسط قیام کردید، برای از میان برداشتن فسق. شما بر علیه کسانی تیغ برداشته اید که سخن وحی را سبک شمردند، دروغ پیشه کردند و ثروت اندوختند، بخل ورزیدند و ستمکار شدند. قدرت و حکومت را نه برای خدمت به خلق که برای عیش و نوش خود خواستند. از افترا و ارتشا ابا نکردند و غیبت را اسباب تفنن و تفریح خود ساختند. نماز و روزه به ریا کردند و حج را وسیله فخر فروشی ساختند. پشت به سنت سید المرسلین کردند و روی به سنت‌های جاهلی و گناه کردند. گناه زاده بی‌ایمانی است. گناه میوه تلخ بی خدایی است. گناه ثمره باور نکردن یوم الجزا است. گناهکار مرگ را فنا داند نه بقا. الموت حق، المیزان حق، والقسط حق. ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرعمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید. پس بر بیعت خود استوار باشید و جز از خدای خود نترسید، که خداوند بر مطیع و شنوایتان رحیم است و کریم و بر نافرمان و گردنکشتان جبار است و قهار. ای مردم کوفه، ما امروز برای حمایت از یارمان هانی برون آمدیم و از کرسی نشین امارت کوفه میخواهیم که کرسی امارت وانهد، چرا که زین پس به رأی شما ولایتی بر شما ندارد و بداند که سماجت و ایستادگی در برابر خاص مردم فرجامی جز ذلت و تباهی ندارد. همه مصیبت رخ داده، من تازه باید بشنوم. شرمندم ابو عصا، حکایت لو رفتن هانی و قیل و قال مسحجیان دیروز حادث شد. ما دیروز با هم وعده نداشتیم، نمیدانستم کجا دنبالت بگردم. به جهنم که نرفته بودم. به یک دو قبیله سرهی سر میزدید، رد نقصم را میجستید. غروب آفتاب به من خبر میدهند مسلم قیام کرده.
بال دارم که پرواز کنم و تا شب خدا به کوفه برسانم. خیلی که همت کنیم و به هم بجنبیم و به شمشیر زنان قبایل هم پیمان خبر دهیم، فردا غروب به کوفه میرسیم. همه که اسب ندارند، من باید با پای پیادگان لشکرم حرکت کنم. آسوده خاطر باش ابو اسحاق، اوضاع کوفه بر وفق مراد است. خدا را شو کوفیان دعوت مسلم را اجابت کردند. سلس خلقی را که من با مسلم دیدم کافیست تا ابن مرجانه را به زانو درآورند. مسلم بیشتر دلش میخواست مختار در کنارش باشد تا از لذت فتح بی نصیب نماند. عجیب است که سلیمان به قیام رضایت داده. سلیمان قلبا راضی به قیام مسلم نبوده و آن را مکروه خوانده، اما من این هم نکرده. یعنی سلیمان و یارانش به میدان نیامدند؟ نه، ظاهرا صبر پیشه کردند و سکوت. قرار است تا رسیدن امام به کوفه دست به شمشیر نبرند. همان که ترسش را داشتم به سراغ من آمد. ابن مرجانه سیاس ماهری باشد. سکوت امثال سلیمان را علم شیطان می کند و خلق را متفرق می سازد. بجام کیام، بجام. هرچه زودتر خودت را به سلیمان برسان و بگو شیخ مختار دستتان را می بوسد، التماستان می کند که سکوت نکنید. دشمن بداند ما اتفاق نظر نداریم و مصیبت است. به مسلم هم بگو هر جور شده سلیمان و یارانش را متقاعد کند، سکوت بشکنند. هر کس سکوت کند بر مرگ شیعه رضایت داده. برو کیان، برو. خدا بخواهد تا فردا با لشکریانم در کوفه خواهیم بود. با امید دیدار. هی توی عالم به حکمت این سنگ، تو به این سنگ منزلت و عزت بخشیدی و آن را گوهری گرانبها نمودی و آدمیان را در مقابلش به کرنش واداشتی. پس به معجزه پنهان در این نشانت تو را قسمت میدهم که آن را اسباب دفع بشر کنی و درخششش را مایه بینایی بندگان جاهلت قرار دهی. آمین. بفرمایید میل کنید. من شما و افراد عشیرهاتان را از طلا سیر خواهم کرد، به شرط آنکه خاطیان را از اطراف مسلم پراکنده کنید. بروید و بر کنگره های کاخ ظاهر شوید و با مردمانتان سخن کنید و آنها را به شرط اطاعت به طلا بشارت دهید و بیمشان کنید از لشکریان شام و قطع جیری بیت المال و بریده شدن جواره و تبعید به شورزار. یبنشس. در خدمت هم امیر. و تو بنشاب. با مردان قومتان در میادین، معابر و محلات بچرخید و چنان سخن کنید که زنان بلواییان بترسند و در پی مردانشان روان شوند و آنها را به خانه برند. و تو یبن زلجوشان، پدر و مادرم به فدایتان امیر. تو نیز از درب پنهانی کاخ برون شو و مردان قومت را داخل جماعت بلوایی بفرست تا به شیعه گری تظاهر کنند و سنگ تفرقه بیندازند. می توانید به عنوان مریدان سلیمان سرد خزایی و امثال هم که گوشه عزلت گزیدند و داخل در جماعت ولوایان نشدند به نفاق نامن بزنید. بله امیر. و تو بن حریث. بله امیر. با فوجی از شرطه هایت
به خانه شیعان افراطی یورش ببر و تا میتوانی خانه هایشان را ناامن کن. علل خصوص به قوم مراد و ربیعه و همدان رحم نکن. این جماعت علی دوست نیستند، نعوذ بالله علی پرستند. این شما، این هم بلوایان و این هم خلا. بسم الله. شامیان به قصد حربیان و بلوایان به کوفه آمدن. قسم خوردن که زنان بلوایی پستان ببرند، گیس بتراشند و دخترکانشان به کنیزی ببرند. ای مردم کوفه، خلیفه بر کوفه غضب کرده. ابروانو کمنگیسوان، ای قنچه لبان زنبق بینی، ای سیمین رخانه گلندام معطر، ای حریر تنانه حریرستان خلقت. خدا وقتی زن را خلق کرد مبهوت خلقتش شد. آخه حیف شما نیست که در زیر سم ستوران ریش ریشتان کنن. این شوهران کله پوک قلچماقتان را افسار کنید و ببرید پیش امیر سخاوتمند کوفه، شمشیر بدهن و طلا بستانن. بله، شمشیر بده طلا بگی. زنیبه ها زنجیر پاره کردن؟ این چه مسعودی است؟ از من میپرسی مسلم؟ منم مثل تو. مردان کوفی کم رسوا بودن، زنانشان را فرستادن تا بر تبل رسواییشون بکوبند، نامشان را عالمگیر کنند. حتما یکی زیر پایشون نشسته و این زنیبه ها را تیر کرده. هرچی هستی که سر ابن مرجان است. تازه دارم بر پای مختار میرسم یبن اوزکه. این پدر نامت را او خوب میشنم. حیف کسی به تدبیر و اعتنا نکرد. باید مهابر را سد کنیم تا نتوانم به مردان نزدیک شوم. لشکر شام یک دروغ مصلحتی است، یک حقه است، میخواهند ما را بترسانند. من خودم قاصدشان را دیدم. مرد میخواهند با ارباب هایشان سنگ آتشی بر سر ما ببرند. بیا به جای امن با هزار امید و آرزو یتیم بچه بزرگ کردم تا ناناورم باشد و عصای دستم. خیرت پیشکش، نمیخواهم داغت به دلم بماند. مادر، گناهش به گردن تو.
تو نبودی که یاری دین خدا را در گوشم لالایی میخواندی؟ هنوز هم میخوانم. خب من میخواهم جهاد کنم. جهاد به تو نمیرسد که تنها نانآور خانه ای. همین ها که میخوان بسم. شکور هم وزن شمشیرت طلا میدهد. وای خدا در خواب هم نمیدیدم. بیان که قطره خونی از دماغت گید یک عالمه طلا میگیری. من سینریز میخرم. ای بس طبیبه، یواشتر. مردم بشنون میخندن. این چه حرفیست که میزنی؟ خودت قول دادی وقتی به قصر حمله کردید از زنان قصر برایم یک سینریز غنیمت میگیری. دیشب وعده کردی نکردی؟ وعده کردم، هنوز که به قصر حمله نکردیم. خب این چه کاریست که جانت رو به خطر بیندازی و بجنگی؟ بی جنگ و دعوا شمشیرت رو میدهیم در عوض طلا میگیریم. خجالت نمی کشید با یک من ریش و پشت راه را بر زنان بسته اید؟ لعنت خدا بر شیطان. خواهر من، به کدام قبرستان می خواهید بروید؟ میدان جنگ جای زنان نیست. این چه رسواییست؟ به خانه هایتان بروید و فتنه نکنید. کدام خانه شیخ؟ خانه ای که سایه سرش را به قربانگاه بردین خانه نیست، جهنم است. شما هوس ریاست و تاج و تخت دارید، ما باید تاوانش را بدهیم؟ اه 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 چرا افترا میبندی زن؟ از خدا بترس، فحاشی نکن. برو برو با اموری که مربوط به مردان است دخالت نکن. یا یوحناس، یکی به داد من پاشکسته فلک زده برسد. میخواهم شوهرم را ببینم. این نامسلمان های خدا نشناس زده بابر کردند. به خداوندی خدا قسم اگر راه را باز نکنی عوامی افکنم، موی پریشان میکنم، سینه چاک لخت و اور میشوم تا تو بیدین خدا نشناس را رسوا کنم. برو کنار، برو کنار. قباحت گذار برگرد. از چه قباحت کنم بی غیرت؟ هیزی کردم یا دزدی؟ تو قباحت کن که با شمشیر راه را بر زنان بسته ای. جرأت داری به من دست بزن. کنار بروید برادران، شما مردید، حریف این بی آبروها نمی شوید. باید حریفی پیدا کنیم که عذر نداشته باشد با خالص زنک های دهان دریده کوفتی مقابله کند. تو را بکشند لشکر یتیمانت چه کنم؟ دست میشه چه کسی دراز کنم تا لقمه ای خیرات گورت کند؟ گله شطور داری یا نخلستان تو گذر میشه کس را کس کش نکنیم؟ هیاهو نکن زن، آبروداری کن. به دفاع از دین خدا برنخیزم که کشته میشود؟ تو به دفاع از دین خدا برنخیزی دین خدا از دست میرود؟ این همه خلق از دین خدا حمایت کنند. کن زن. مجده امیر، تیرهای من محصر افتاد. لشکر زنان به مردانشان هجوم کردند. جماعت در حال هزیمتند. ادامه بدهید بنهان رئیس، ادامه بدهید. در جنگ شهری نیمی از لشکریان زنانند. برد با کسیست که بتواند زنان را روانه میدان کند. شاید تیراندازانشان به ما حمله کنند. بهتر است در پناه دیواری جمع شویم. گاه مغرب است. به مسجد می رویم برای نماز. نماز اول وقت چنان فضیلت و ثوابی دارد که ملائک از عهده محاسبش بر نمی آیند.
امشب خانه خدا را از ما دریغ کردن برادران. بهتر از زیر همین سقف اقامه نماز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. یا رحمان یا رحیم. قبله کدام طرف است؟ باید از این سو باشه. نه نه، کمی مایل به چپ است. چپ یا راست؟ رو به مشرق ایستاده اید، درباره چپ و راست آن چانه میزنید. قبله این طرفی است مسلمان. مشرق این ور است یا آن ور؟ مسترا این طرفی بود، خب قبله این طرفی است. یا امیر، پرنده در میدان پر نمیزند. همه رفتند. پرنده در هوا پر نمیزند چون هوا تاریک است. بنو رئیس، پرندگان به وقت شب پرواز نمی کنند به جز خفاشان و جغدان شوم. این یک عقب نشینی مصلحتی است، درست مثل عقب رفتن کسی که بخواهد از جوی بپرد. بر همه معابر شبگرد و شرطو بگمارید. خواب امشب حرام است. هر کس از خانه برون شد حروری است و خونش حلال. بله امیر. راستی بنو رئیس؟ بله. قبله کدام طرف است؟ قبله باید این طرفی باشه. خورشید کدام سو غروب کرد؟ خورشید از این سو غروب کرد. پس این طرف که می شود مشرق. معلوم می شود تا به حال کسی زیر این سقف نماز نخوانده. قربان سرت، تا جایی که من به یاد دارم همواره نماز را در مسجد خواندی. بله، پس سری به مسجد بزن. بلوایان در مسجد بیتوته نکرده باشند نمازت را هم همانجا بخوان. بله امیر. هر کس حاجت به تجدید وضو دارد اقدام کند. عاقبت یقین کسی شد که قبله کدام طرف است؟ شما این طرفی نماز کنید. غلط بود. کفارش با من. قامت الصلاة. نیت نیت سرکت نماز مغرب اقتدا می کنم به مقتدای حاضر امیر عبیدالله ابن زیاد قربتن الالله. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. اشباه الرجال الا رجال. توصیه میکنم در مسجد بمانیم تا فرجی شود. شنیدم مختار ثقفی با لشکری به سوی کوفه روانه شده. در محراب این مسجد محاسن عمویم علی را به خون فرقش خضاب کردند. من از قضای الهی به قدر الهی خواهم گریخت.
باید پسر عمویم حسین را خبر کنم که کوفیان همون شبه آدمیان دوران عمویم علی اند. باید او را از نزدیک شدن به کوفه باز دارم. باید از کوفه حذر کرد. باید از کوفه رفت. همه دروازه های شهر را قرق کردند. فقط از راه شد می شود از کوفه گریخت. پس برای شد می رویم. راه بلدی راه نشان بدهد. حال که سیراب شدی، برخیز و زودتر خودت را به کاشانه‌ات برسان. حتما کسانت دلواپسند. من در کوفه غریبم مادر. مسلم در کوفه غریب است حبی. جایی را بلد نیست. ممکن از کجا رفته باشه؟ از کوفه و کوفی بیزارم یبن مسلم. به جایی میره و مثل این کنف یکون شده نباشه. حسین در راه کوفه است. من به سوی حسین می روم. لا حول ولا قوة الا بالله. با فوجی از مردان کار آمدت به مقابله با مختار برو و راه را بر ایشان ببند. من با عشق و عقل شمشیر بستم، برای باختن به میدان نیامدم.